سلام، به تحول امشب با من لطیف محمود خوش آمدین. بحث چگونگی تشدید تحرکات و تهاجم مخالفین مسلح بر برخی از نقاط افغانستان یکی از نگرانی های جدی است که اخیرا بیشتر از پیش شده. بحث تهاجمی مخالفین مسلح بر ولایت فرا که تقریبا دو روز ادامه داشت و شب دیگر نیز از ناوقت شب شروع شد و باعث این شد که مخالفین در چوک ها بریزن و فرماندهی را آماج قرار بده. نگرانی های زیاد را برانگیخته. شماره میگن که بخصوص هیئتی که از کابل عازم فرا بود در اونجا به صلاحیت گفتن که دو کشور هرچند نام نبردن، منظور مشخصشان یا به شکل تلویحی اشاره کردن به پاکستان و ایران که به نحو حمایت کردن مخالفین مسلح را در امر تعرضشان بر این نقاط. سوالایی که نزد مردم مطرح است این است که از این گروه های تهاجمی که بر فرا آمدن از نقاط مختلف و خصوص از حوزه جنوب غرب افغانستان بود، اینا چگونه تانستن تا ولایت فرا کمربند چگونه بشکنن و وارد شهر شوند، چگونه این همه افراد با این همه تجهیزات آمد. امروز هم در غزنی جنگ جریان داره، امیدوار هستیم که به سری وقت ما تانسته باشیم این جنگ را مدیریت بکنیم. بعد از اعلام موضع جدید مخالفین مسلح افغانستان، ما شاهد حملات گروهی و تهاجمی مخالفین مسلح افغانستان بر نقاط مختلف افغانستان بخصوص فرا و غزنی، هلمند و بغلان هستیم و این تهدیدها ظاهرا بیشتر میشه. در این حال رئیس جمهور افغانستان به قلوردوهای افغانستان، به 6 قلوردو دستور داده که روی کرده تهاجمی را بگیره. امیدوار هستیم که بحث سال همچنان به عنوان یک آرمان باقی نمانه و جنگ نهایت نداره و جنگ منتج به سال میشه، بالاخره به تعامل و به گفتگو بانجامه و ما شاید خونریزی در هیچ یک از نقاط جهان بخصوص از افغانستان نباشیم. در تحول امشب تشدید تحرکات و حملات مخالفین مسلح افغانستان بر ولایات موضوع محوری بحث امشب ماست، اما پیش از آن گزارش کوتاه به توجه میرسد. نگرانی از سقوط پایتخت تمدن اسلام در افغانستان. 3 روز می شود که جنگ نفسگیر در اجیرستان غزنی قرار باشندگان آن را برهم زده است. روز یک شنبه ولسوال، فرمانده پلیس و 25 تن دیگر از شدت جنگ با کوها در ولسوالی میرامان دایکندی فرار کردند. 3 روز نبرد جان 18 نظامی را گرفت و زمانی که طالبان بر مرکز این ولسوالی دست پیدا می کنند، از قول مردم قریب به 200 خانه را نیز در اجیرستان آتش می زنند. ارتش 11 پیش از چاشت روز یک شنبه برای بازپس گرین ولسوالی نیروی تازه نفس میفرستد. اگر کمک دوجا نرسه، نه تنها که ولسوالی سقوط خواهد کرد، بلکه اعضای فامیل پلیس محلی و ملی خطری وجود داره یا نگرانی جدی از وجود داره که مخالفین به اونها هم آسیب برسانند. در حالی که آتش این جنگ دامن ولسوالی های زنخان، واقع، رشیدان و خوکیانی را نیز میسوزاند، زندگی عادی در این مناطق دشوار شده است و طالبان هم در ناوه غزنی حاکمیت می کنند. گفته می شود از 18 ولسوالی این ولایت تنها 6 ولسوالیان امنیت نسبی دارد. ما یه نگرانی خود چندین مرتبه با مقامات عالی رتبه دولتی در میان گذاشتیم، اما متاسفانه مقامات عالی رتبه دولتی هیچ گونه توجه نمی کنند. به شدت اکثر ولسوالی های ما ناامن شده و اکثر ولسوالی های ما تحت شرایط بسیار بد و بحرانی قرار دارن از طرف مخالفین. شاید کابوس سقوط چند سال پیش کندز و جنگ تازه و دنبالدار فرا از سوی طالبان سبب شده است که بسیاری را جغرافیای ناامن غزنی نگران سازد. اگر بالای ولایت غزنی جناب رئیس صاحب توجه جدی نشود، احتمال سقوط مرکز ولایت دور از انتظار نخواهد بود و اکثر ولسوالی های غزنی فعلا متاسفانه جنگ جریان داره. ده ها مایل این سوتر در کابل ارتش روی همه اداهای محاصره اجیرستان تا سقوط برخی مناطق را با این حرفش آب سرد می ریزد. ما هیچ جغرافیایی را در ولایت غزنی مربوط گروه های دهشت افغانی نمی دانیم. ما اونجا هستیم، عملیات ما ادامه داره. این در حالی است که با آغاز عملیات خندق از سوی گروه طالبان در نزدیک به 20 ولایت افغانستان
نبرد شدت گرفته و دشوارترین روزهای جنگ را غزنی در مرکز و فرات در غرب افغانستان تجربه می‌کند. بازم خوش آمدین مهمانان تحول امشب. لاله امیدزی عضو مجلس نمایندگان، مولانا فرید آگاه نظامی، نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخله، بسیار تشکر از حضورتان در این برنامه. نخستین پرسش با شما شغله لاله غوارم تاثر دا بس شریک کرم، تاسو هم به اون نظامی هستی سربیر پرده چه په مجلس که دخل کو اساسی است په مجلس که نن هم او د مدنی ټولنې دوستان ویلی چې حکومت په فرا کې پاتې راغلی او غفلت کړی، آیا رشته حکومت په فرا کې غفلت وکړو همدار از غزنی کې او بغلان کې او دوه درې استراتیژیک نقطې د موږ د لاسته لاړل؟ بسم الله الرحمن الرحیم، مننه سلامونه تاسو ته او همکارانو ته او د آریانا نیوز تلویزیون ټولو لیدونکو او ریدونکو ته درار سره مخکې خدای پاک د افغانستان معلوم او نامعلوم شهیدان وبخشي، بل خصوص په دغه اخر کې چې د افغانستان په څو ولایتو کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. زه ستاسو توجه د حکمتیار صاحب هغه خبرې ته راړوم چې یو د امن صاحبه طالبانو یا مخالفینو ته ورکړو، نو دوی به راسي چې بیا پر هغه باندې موږ عکس العمل وښوو چې دوی ولایتونو ته هغه وخت کې اشاره هلمند او روزګان ولایت وه چې د طالبانو یوې برخې غوښتل چې هرات ولایت واخلي. د دې په څنګ کې چې د حکومت اعلانونه ورته کوي چې شل تروریستي ډلې دي، هغه درې مشخص معلومدار هغه نورې ډلې ورکي، یوازې نه چې د پرا په ولایت کې غفلت شوی دی. تاسو وګورئ د چا لخوا د مرکزي حکومت کې د مشخص څو افراد او اشخاص چې دي زه پر نومونو باندې بیا راځم وروسته، داسې هم پر روزګان کې، په غزني کې، په غور کې، په هلمند کې، ځه داسې پسې در پرا پسې راوګرځېد، بادغیس کې دا اوس تاسو وینئ وضعیت خراب دی، هم عسکر تسلیمېږي، هم ولسوالۍ نسي، په فاریاب کې راځه، د فاریابه جوزجان کې، سریپول ته راسه، بغلان ته راسه، داسې کندوز در بدخشانه پرې تاسو وګورئ په دغه ولایتو کې لکه څنګه چې هغه د خارجیانو سو هغه نظامي یا قوت یا واک را انتقال سو هم په عین شکل باندې داسې زه وخت راغلی دی چې لس ورځې عسکر پرکنډک ماسره سوی دی، مرکزی حکومت هلته کومک نه دی کړی چې په روزګان کې چې اخر هغه د لوږې او د تندې د لاسه چې روړي مخالفینو ته تسلیم شو. حکومت خو پراسونونه لري، حکومت قلوردگان لري، حکومت تعهد لري، د حکومت اصلي مکلفیت د اساسي قانون د 15 ماده پر بنسټ د خلکو نه سیارت او حفاظت دی، نو حکومت ولې نشي کولی د ځینو ډلو پر وړاندې ودرېږي او اطلاعاتي راپور ولري او د راپور پر بنسټ د دغسې عملیاتو څخه مخنیوی وکړي؟ داسې د یو دولت بل حکومت د افراد اسګاده داسې اردوی ملي، پولیسي ملي، امنیتي ملي، عسکر او سایمنصبان مې قرباني کېږي. مشخص د دې په راس کې چې کوم خلک دي، یوازې نه چې د منطقې د استخباراتو نظریات دوی دلته پر موږ باندې حاکم کړي دي، بلکې د هغو برنامې ته ملای بتله هلمند ته رالی، موږ غږ پورته کوي چې موساکلا ولسوالۍ کې درې ورځې وو، د مرکزي حکومت کې خپله داستانکځای هغه رد کوي. د حکومت د امنیتي ځواکونو په سر کې رهبري ناکام دی فکر کوي؟ رهبري ناکام ده، بالخصوص تاسو ګوري شورا امنیت د اوسې د امنیتي ملي ریاست دی، د دې په لاس کې ټوله دستګاه ده، هغه افراد او اشخاص چې ناکام دي دوی د یو ولایت سره اخی بل ولایت ورکی. مشخص د امنیتي ملي پر سور احسان باندې موږ نقد نیوکه درلودلې چې دغه په وجود کې ولایتونه سکوت کړی دي. تاسو وګوري د اوسې په فرا کې د امنیتي ملي رئیس د کندوز کې هم د امنیتي ملي رئیس کندوز سکوت وکړي، موږ خپل رئیس جمهور ته څو غشت ویلي تاسو دوستان وزیر دفاع ته تاسو رای ورکړ، وزیر داخله تاسو الوار رای دوی درلودل، تاسو مجلس رای ورکړ، تاسو دی ولسی جرګه د څلور دیرش ولایتو استازیتوب کې د کوچیانو په شمول 15 دیرش نمایندګي دي، په دې کې مختلف وکیلان دي د مختلفو ولایتو څخه دي. زموږ غږ تاسو لیدلې دي د خپل د استازا کې د ستانیزي او امنیتي سکتور کې موږ خپل مام ویل دي چې په دې ناکامۍ تاسو هم ګډون یا چې موږ ورته ویل دي چې ما خپل شخصا ویل دي چې په امنیتي سکتور کې دي خلکو ته رای نه دور کړی. دغه د وحدت ملي شرکت کوم جوړ دی، تاسو ګورئ یوازې نه چې دغه نه همنی کې دوی لاس لري، بلکې قومي تعصب، ژبنی تعصب، د منطقو سره د ګونې چلون دا اوس موږ د کندهار د پولیسو او د سرحدي پولیسو د امنیتو پر تاسو باندې په دغه شرکت کې تاسو هم لاس پورته کوئ، د ولسمشر څخه تاسو حمایت کوئ،
تر ټولو مخې تاسو ولاړ وي شغله لاله داسې دی بالکل د رئیس جمهور موږ لاس پورته کوي حمایت مې کوي خو بدبختانه د منطقې د استخباراتو دغه د نمایندګانو د خوښه رئیس جمهور بلیک میل څو دغه خلکو سره هغه خلک چې رئیس جمهور پر شاوخوا باندې راټول دي دته دغه سی وانګیزه ورکړه چې پیسې پیدا کړي پر راتلونکي کې ته بیا رئیس جمهور د ولسونو سره فاصله ونیول داسې ورته ویل ورسمشه دغه چې دا کړی چې پر مشخص کومې واټ مشخص دغه کړی معلومدار کړی دی چې د والیانو په زی پر زی کولی کې څوک پیسې اخی د کمانډانانو په نظامي سکتور کې څوک پیسې اخی د حکومت اساسي ګامونه د فساد پر بنسټ پورته دا شته یوازې نه چې په دغه حکومت کې پاسید دی بلکې ناکاره د منطقې د استخباراتو برنامه تاسو ګور پر ډیورنډ تاسو اشتباه وخت چې د ولسمشر نه حمایت کوو په کمپاینونو کې موږ د جوړ افغانستان په لور موږ هغه نخوالي یا چې په افغانستان کې وي یا هغه لیروالي یا هغه پاسیدین چې په افغانستان کې ادم ځکه غصبین بدبختانه د موږ د دې پر ځای باندې چې افغانستان یو شیخ وته بلل شي د بیا دغه مافیایي کړي په لاس کې ولوي دی چې نن یې د هغه حالات سره مخامخ کی چې د افغانستان کې د نس کولای چې کنټرول امنیت کې د مافیایي کړي ناکام دي دا یوازې نه چې ناکام دي دا بلکې په خیانت باندې په ملي خیانت باندې تورن دي هغه چاته چې مسولیت ورسپارل شوی دی او عسكر الته په شهادت رسیدي ملکی او نظامی خلک په شهادت باندې رسیدي دوی د دې احساس نه کوي چې زما مسولیت دی هغه څوک زه خاين بولم چې د خپل پرسونل دفاع نسکه کور بدن آقای دانش اینجا بر علاوه ای که آقای لاله میگن که رهبری سکتور امنیتی ناکام است بلکې اینا در متهمشان میکنه به خیانت ملی آیا واقعا رهبری قوای مسلح افغانستان در رأس وزرا از قول اینا ناکام است و شریک هستند در خیانت ملی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما بینندگان و میهمانان گرامی. آنچه که لالای صاحب میگه او دید خودشان است، او نظر خودشان است، من نمیخوام سر از او بحث بکنم. اما چیزی که واضح است در وزارت و داخله شما میبینین که همروزه به خاطر از بین بردن فساد، به خاطر شفافیت، به خاطر از اینکه سیستمای کارا و سیستمای درست فعال شوه و افرادی که امامین وزیر داخلی شما را وزارت داخله را رئیس جمهور گفت قلب فساد وزارت داخله است. شما میگین تلاش میشه در گذشته گفته بود، گفته بود رئیس جمهور گفته بود قلب فساد شما در این وزارت بودین. اجازه بدید شما در وزارت کار میکنید قلب فساد بودین. بله، رئیس جمهور یک سال پیش گفت، اما آل بین که همیشه رئیس جمهور از وزارت داخله صفت میکنه و وزارت داخله را ما تصمیم داریم که به قلب اعتماد مردم افغانستان یعنی یک سال پیش قلب فساد وزارت داخله افغانستان شک وجود نداره که در او وقت فساد وجود داشت و حالا ما انکار نمیکنیم که به صورت مکمل فساد از دستگاه پلیس برچیده شده، هنوز هم وجود داره، اما اراده بسیار جدی، تصمیم جدی هم در بخش سیستمایی که فساد زا بود بر اصلاحاتش گاما برداشته شده و هم برای کسایی که مشکل داشتن اینا برشیده شدین. هنوز کافی نیست، باید کار بکنیم. بحثی است که همه روزه در وزارت داخله در نهاد پلیس تلاش و کوشش میشه که این موضوع حل شوه، اما ما در یک کشوری در حال جنگ هستیم. هنوز هم ما تمام مشکلات بیشتر از 16 سال بالای شانه های ماسکی نمیشه به یک بارگی حل شد. اما شما فراموش نکنید که میلیارد ها دلار در اینجا آمده، شما حمایت ناتو را هم در با خود دارین. اون میلیارد دلار که آمده او را باید کسی که آورده و مصرف کرده باید حسابش بده. آنچه را که ما گرفتیم و مصرف کردیم حاضر هستیم به یک به یک حساب بدیم. ما خود ضامن کلی مصارف یعنی پولای کلان در وزارت شما مصرف شده که قلب فساد نام گرفت یک سال پیش رئیس جمهور. اون پولی را که در وزارت داخله مصرف شده ما حاضر هستیم که یک به یک حساب بدیم. شما ببینید یک روز که ما براتون حسابی بدیم که پول چطور آمده و کجا مصرف شده. هیچ پول از طریق مستقیم از طریق دستگاه پلیس مصرف نشده. خب آیا شما در جنگ فرار کامیاب بودین یا ناکام؟ اگر ما امروز در جنگ کامیاب نمی بودیم بیش از 8 ولایت شما سقوط میکرد. مخالفین آمد فرار کمربند شپران در شهر شما آمد، امنیت ملی تانه، قماندانی امنیت تانه، والی تان به رفته بود به بلوا، یعنی برای ساعت های گشتنی که در خود فرار. این چیز را که تو میگی خب ما این کار نکردیم که کار صورت نگرفت، اما ایران بگوین که وقتی که دشمن حمله میکنه با وقتی که بالایش حمله صورت میگیره 300 تن کشته میشه. دشمن نتونست اومده بود در اینجا، دشمن نتونست که محبس رها بکنه، زندانیایش فرار بده، دشمن نتونست که 600 میلیون پول نفت از داخل بانک ببره. شهر می دشمن نتونست با ما مثال بده، با ما مثال بده که دشمن در این جنگ یک میل کلاشنکوف برده باشه، با ما نشان بده با این پیمانه که شما کلاشنکوف های سال 17 را پخش یعنی یک سال پیش را که خودش یک خلاف خب قانون است. بله شما بارها تصویرهایی را از دو سال پیش نشر کردی بدون از اینکه دزیرش نوشته کنی آرشیف است. شما بخش شما سخنگویان شما بله یک بخش
سخنگ ماست گوش کن یک آیا از این مسئله معذرت میخواست سخنگیان حکومت افغانستان؟ نخیر چرا معذرت بخواید؟ چرا یک تقلب نبود؟ نه خیرش تقلب نبود. ما زمانی که نوشته کردم گفتم که قطعه 444 دروج است. کی گفتم که یک مرد شما نمیخواید سخنگویان حکومت میگیم خب هر کس پاسخ خود نمایندگی از بحث مویی است که ما یادتون باشه که زمانی که در یک جای یک مشکلات پیدا میشه تعداد غیر مستقیم و یا مستقیم آلی دست تبلیغات و دشمن میشه و ما نیاز است که چه تعداد مخالفین اینجا آمده بود به فرا چیزی که ما معلومات داریم حدود 1000 دشمن این 1000 نفر از هلمند آمده بود بله بله از چند ولایت جمع شده رهبری مخالفین هم والی نام نهاد هلمند داشت دقیقاً. وقت از هلمند 1000 مخالف و مسلح با این همه تجهیزات می به فرا کمربند شما رو میشکنه وارد شهر میشه گشتنی میکنه به امنیت ملی به پلیس شلیک میکنه و خب شما دفاع ما از تمام قوای مسلح افغانستان سپاسگزار هستیم از شما هم سپاسگزار هستیم که شما یک دفاع بسیار قوی کرد امنیت ملی پلیس ملی اردوی ملی اونجا جام شهادت را نوشیدن ما از این سپاسگزار هستیم اما شما اطلاع نداشتین که اینا از هلمند می داخل فرا میشه شما اطلاع نداشتین ببینید یکی بحث اطلاعاست که چرا پیشگیری نشده چرا وقتی که دشمن به این گروه کلان منسجم میشه حملات هوایی بالای صورت نگرفت چرا پیش از اینکه دشمن به این ساحه حمله بکنه دقیقاً ما برات میگم ببینین ما کشوری هستیم در حال جنگ ما در ده ها جبهه جنگ داریم در حال حاضر در حال حاضر ما در 14 تا 16 ولایت به شدت عملیات است جنگ است خمانی ساقای دانش وقت مخالفین از المان تا فرا دمی مسیر راه خو حداقل 24 ساعت مر ببینید در گذشته بله متاسفانه شما کشف استخباراتتان کجا بود متاسفانه در گذشته وقتی که گروپ ها به 10 و 20 و 15 می رسید حملات هوایی صورت می گرفت از طرف نیروهای بین المللی خود ما اینم اونقدر مصروف نبودیم عاجل اقدام می شد اما در این اواخر ما مصروف هستیم به شدت نیروهای ما مصروف است قوای هوایی ما مصروف است برای شما را که شما مصروف هستید باید از دستان بره خب چاره چی است شما چی را پیش بینی می کنید این مصروفیت غفلت شما نیست شما باید پیش از این بحث باید مطالعه بکنید که چه نیروی هوایی دارین چه نیروی زمینی دارین چه کماندو دارین وقت مخالفین به تعداد 1000 نفر آقای دانش تجمع میکنه به ولایت ما باید اطلاعات کشفی میداشتین اطلاعات استخباراتی میداشتین اطلاعات قابل اقدام و پیشگیرانه میداشتین شما این اطلاعات میباشه این اطلاعات تحلیل میشه اقدامات صورت میگیره استحکامات صورت گرفته بود دو کمربند محافظتی برش انداخته شده بود خب اگر همین اتخاذ تدابیر را که ما از پیش سنجیده بودیم اگر این نمیبود شاید فرا به کندوز ثانی بدل میشد شاید ده ها هموطن ما به خاک و خون کشانده میشد تعدادی از هموطنای ما تعداد از هموطنای ما شهید میشدن و تعدادی از نیروهای ما اسیر میشد که خوشبختانه با نموی اتخاذ کشیده بود دشمن یک بار یک کمربند شکستانده شد داشتن. بله وجود داشت که 1000 نفر تجمع میکرد بله چرا وجود نداشت بله اطلاعات وجود داشت تشکر آقای مولانا چقدر موافق هستین با صحبتهای آقای دانش اینجا میگن که نه تنها غفلت بلکه خیانت صورت گرفت آقای لالایی میگن آقای دانش میگن که اطلاعات قبلی وجود داشت و ما جلوش گرفتیم نظر شما چیست؟ آیا مخالفین در حمله بر فرا، در حمله بر ارجستان غزنی، در حمله بر تاله و برفک و پایگاهی که در جوزجان و فاریاب داره اینا از نقاط متشنج افغانستان است با اعلام موضوع جدید خود کامیاب هستن یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت بینندگان محترم جناب دانش صاحب و جناب لاله صاحب و همکاران شما عرض به ایتو است که ما از صحبتهای جناب دانسته با عنوان یک اصل تا حدود میپذیرم اما ملاحظات خیلی جدی دارم اول صحبت ما خدمتشان است که از دفاع بد کرده خاموش بودن بهتر است دفاع بد به این معنا که ما از یک تریبون بین المللی میگوییم که ما اینمه قطوان ماست این همکاری بسیار جدی با دشمن است و این تشجیع دشمن است این تشویق طالب است و طالب از این گپی انتباره میگیره که بله دولت وقتی که سخنگویش میاد ما در وضعیت بد قرار داریم در بسیار جبهات میجنگیم قوای ما پراگنده است امکانات دفاعی ما بسیار ناچیز است ما نمیتونیم با تمام تهدیدها مقابله با وقتش بکنیم این خود آب ریختاندن به آسیاب دشمن است و این تشویق دشمن است و هیچ نه و این سخنگویا باید به جای ازی که به این شکل صحبت بکن بگن ما در هر جای میزنیم همه جای آمادگی داریم به وقتش میرسیم یگان وقت که نارسیدگی نمیشه و اطلاع دقیق تحلیل نمیشه این سخنگویا خودشان کسایی هستند که
آب بازشاه به دشمن میریزانند. چقدر موافق هستین با می حرف آقای مولانا؟ بس به شما میایم. آیا شما با این سخنانتان دشمن را حمایت میکنین، تقویت میکنین و آب به دشمن، با آب آسیا به دشمن میریزین؟ ببینین، یکی بحثی است که ما چقدر در مورد توانایی و ظرفیت های ما صحبت میکنیم، یکی بحثی است که ما باید کتمان نکنیم. آنچه که حقایق است بگوییم، هیچ چیزی را باید ما از مردم ما پنهان نکنیم. اما انگیز دادن، مورال دادن، دقیقاً کسایی که در خط اول می‌جنگند، دقیقاً که ما در افغانی ماش دقیقاً که ما ساعت‌ها کار می‌کنیم، دلیلش همین است که ما چطور نیروهای ما رو مورال بدیم. همین صحبت شما که همین قدر توان داریم و بس، راه حل شما چی؟ شما از یک گرداننده می‌خواید راه حل نظامی؟ نه، ما بحثی نیست که خودت وقتی که به این شدت انتقاد می‌کنی، حتما یک چیز بتین. من سپاسگزاری هم کردم. تمام من سپاسگزاری هم کردم، گفتم من از هر قدر وقتی که چالش ما طرح می‌کنین، یک راهکارم بتین که چی رایشی است. این نمیشه که به انتقاد کنیم، نقد بکنیم، هر دفعه که بیاد شجاعت شو تو از شجاعت پلیس شما، از شجاعت این اگرمو استادگیشان اگرمو استادگی نیروی امنیتی افغانستان در فرانه می بود، گفتم که شما یک کندوز دیگر را شاید ما از این سپاسگزار هستیم. من گفتم خدمتتان. پس تلاش صورت گرفت، کوشش صورت گرفت، اما شما نهایتاً کوشش صورت گرفت که توان ما، شما اعلام ضعف میکنید، اعلام ناکامی نیست. این آقای مولانا میگه آنچه که واقعیت است برای مردم میگیم، ایران نمیخوایم که در چشم مردم خاک بزنیم و کتمان بکنیم. این واضحه است، چیزی که این واقعیت باعث ضعف نیروی شما در خط اول شود، باعث سقوط دیگر نقاط شود. به هیچ وجه نمیشه، به هیچ وجه نمیشه برالویش. پس شما واقعیت همیست که نیروی ضعیف هستین. بله، قائم شده افغانستان ضعیف نیستیم. جنگ همین قرار جنگ است، شدت جنگ است، فصل جنگ است. ما در بیشترین جبهات جنگ مصروف است. با او اساس ما مصروف هستیم، نیروهای ما مصروف است، کوشش نهایی میکنیم و این کوشش به قیمت جان نیروهای ما تمام میشه، به قیمت جان سربازای ما تمام میشه که تو از این جهت فهمید. خیلی تشکر. آقای مولانا بفرمایید. من یک اصل جنگ خیلی اصول داره. یکی از اصول جنگ است که آدم باید هیچ چیز در جنگ از دوست خود پنهان نکند، اما هیچ وقت از راز درونی نیروهای دوست دشمن نباید چیز را بداند. وقتی که ما میاییم همیش در مطبوعات ببینین، ما بدترین کلمات، دردآورترین کلمات ما در فراش نیدم از زبان شخصیت های درجه اول نهادهای امنیتی. ببین، ای جنگ پاکستان است، ای جنگ آب است، ای جنگ 22 گروه است، ای جنگ فلان است، ای جنگ بیستان است. همیش یک چیزی است که در همه میزاد حضور مردم تکرار میکنن، ذهن مردم بریش خند میگیرن. وظیفه وزیر دفاع نیست که بگه جنگ آب است، او وظیفه وزارت خارجه است. او بگه که ما با هر از این نیرو حکایت بکنه، از این قصه گپ بزنه که ما زدم، ما شکست دادم، ما بندی کردم، ما بازم میزنم. هر نیرویی که در برابر ما توان مقاومت نداره. فلسفی وجودیش. بله، وزیر دفاعی حق نداره بگه. وزیر داخل 20 دفعه میرود از مسائل به یک شکل صحبت میکنه و باید بگه که بزرگترین برائت بر وزیر داخلی است، ما یک نیروی حراست از قانون است، ما را به جنگ کاری نیست. ببینین، رئیس امنیت بگویم با وقت اطلاعات دارم، ما اطلاعات میدم، پیشگیری میکنم، با هیچ وقت دشمن نمیگذارم به هدف برسه. این وظیفه رئیس امنیت است. رئیس امنیت ملی میرود در پارلمان با یا که فامیل یک جای خصوصی میکنه، میگه و میزنه. پاکستان مداخله میکنه، ایران مداخله میکنه، روسیه مداخله میکنه، 24 گروه است. اینا رای خود گم کردین، اینا به عقل خود خنده میکنن، به عقل مردم افغانستان خنده میکنن، اینا دشمن قوی میسازن، دشمن تشجیع میکنن. ما از بارها گفتیم که تیم امنیتی رئیس جمهور مطلقا یک تیم ناکام است. شروع از شورای امنیت با تمام نهادهای امنیتیش، این گپ ما متوجه، او جانباز، او سرباز، او قهرمانی است که در سنگر خون میته، جان میته، نهادهای امنیتی رهبریش به داد از او نمیرسه. پس ما در یک جنگ فرسایشی و در یک جنگ گوریلایی استیم. در جنگ نیستیم، ما این در جنگ نیستیم. ما کل دانش میگه ما در جنگ هستیم. ما برای وزارت جنگ است. تمام اقدامات ما عکس العملی است. فرا گرفته شد بده و تالا برفا گرفته شد باز بده و وقتی که دشمن تجهیز میشه، تمویل میشه، نیروهای ما را خسته میسازه، مناطق از پیش ما میگیره، مهمات ما را میبره. این جنگ متعارف نیست، این جنگ چریکی است. اصول جنگ چریکی است که نقطه ضعیف دشمن را پیدا کو، ضربه بزن، امکاناتش را بگی، روح عسکرش را بکش، اطمینان پیش مردم پیدا که از قوت خود. این اصل جنگ چریکی است. اونا به هدف خود رسیدن در جنگ. امی که تا پشت قمندانی امنیت فرا رسیده است، او به هدفش رسیده است. از لحاظ جنگ چریکی مانور خود انجام داده، هدف خود از در رفته. او به هدف در اصول جنگ چریکی رسیده است. اصول جنگ چریکی نمیست.
ایدویس دشمن بزن به سرعت بیرون شو که نیروی از دست نتی. ببینین ما نباید به این شکل با مردم صحبت بکنیم. پس با توجه به حرف تان ما ناکام هستیم در جنگ. بله بگذاریم جنگ. متخصصین اموری نظامی جنگ با پشت میز که ششتن تحقیقات کردن بگوین این جنگ عقبش در فلان جا است، این جنگ فلان کس رهبری میکنه، این جنگ نتیجهش اینی است، مسئله آب است، مسئله خاک است، مسئله کشمکش جغرافیایی است، مسئله مداخله ای با نام زیوه با رهبران نیروهای امنیتی کفر است، کفر است، کفر است صحبت کرد. تشکر. شغله لالای تاسو څومره موافق یاسي؟ دوی وایي چې زموږ هم دومره توان وو موږ مصروف یو. دوی وایي چې کفر ده کله چې وزیر دفاع دا شان خبرې کوي او د ولسمشر امنیتی سکتور ټول وای ناکام دي. څه باید وشي؟ دا خو یوازې د حل لار نه ده چې موږ وای ناکام دی سکتور امنیتی سکتور نه. البته رهبری، رهبری نه قاعده دا څه دی هغه څوک چې د دې وطن سره صادقانه دفاع کوي کاغه والی کوبندانی کاغه رئیس د امنیتی کاغه د عسکري کار څوکي هغه ته د دغه چرواکو دغه څلور پنځه د رجبور پر شاو خو دی د دې د خاصه توتیاو د سیسه جوړیږي چې هغه لري سي تاسو ګوري د کندهار د کوبندان د امنیت په خاطر د درې میاشتې د عسکرو ماش هم د سره دی هم د امنیت عسکرو ماش دوی نور کی کله پر مالینګ بند کړي کله هغه خلک په بغل کې وسره ټاکی تاسو ګوري یاسین یلمن دور تر اوسه یاسین هغه یاسین دی چې یلمن د سکوت سره مخامخ کی هم په دې شکل باندې په دپارا کې د امنیت کومندان په دغه کومندانی کې پاتو رئیس د شورای ولایتي الته د ساره پرجک زو سرویس شوند از موږ د امنیه کومندان د خارجانو سره خبرې وکړه 300 نفر د کندهار سواره لو خدا دغه د وزیر داخله څنګهوی دی دی د کندهار ورلو چې ساره سره ماشان در شپږ بجو پرې الته دلته دریمی په نامه درې جمهور رئیس دفتر دی د جمهور ته ویل چې په دپرا په سکوت کې خپل بختور پرید بختور هغه یو چې د پر کورم باملا او می جنگ کوي دا زوایم چې دغه ولایتو کې دغه والیانو ته چې کوم امتیاز د حکومتيار صاحب د فارور کې چې زابل، هلمند، روزګان دغه منطقې په مخ راغس کندهار چې دوی ورته ټاکي د دې په څنګ کې زه یو شی وایم پر دې باندې خو د صبر کې دوی دی دې ته ورکی چې دوی والیان الته وټاکي چې دوی ول د امن صحه د امن د پاره راغلي خلاص خلق نه دي کله کومې تبریکې ته لبنواله وستا سوګوري هغه د کوم طالبان سره زموږ جوړ روان دی پاکستاني طالبان، ایراني طالبان، روسي طالبان په دغه دوه ډلو کې کومه ډله ده دوی اوس بیا غواړي چې د امن د ساحې پر نامه باندې چې هغه د پاکستان طالبان دي هغو ته دا ځای ورکړي دغه منطقې ورکړي دا د پاکستان په خوله باندې د دوی حرکت کړي زه به وته داسې دي دا د ولسمشر نه شورا امنیت رئیس دا اوس تاسې وزیر داخله موږ نه لرو وزیر دفاع موږ نه لرو د سولې شورا دارنشا موږ نه لرو ټول ستانکځی دي دوی دي ووایي چې نه دي وزیر داخله نه لرو داسې دی هغه په نامه باندې وزیر داخله دی ټاکنې ټولې دوی کوي دا تاسو د پرا د کومندان په خوله باندې دغه سخنګوی د وزیر یو نفر سي منصب دغه په پیشنهاد باندې دوی هلته مقرره وای سي ګرد په پیسو واستوه ځینې په جاسوسۍ واستوه د پردوی د پاره ځای پر ځای که یوه ورځ دا ګوره وزارت دفاع وزارت داخله امنیت ملي یو وای داعش دی بل وای طالب دی بل وای القاعده ده د دوی سره داعش او طالب القاعده ورک دي دغه خارجیان چې راغلي دي دوی په ګاښ کښې ایستلي دي ځینې افغانان بیا په خارجان باندې ډارۍ د دوی د نامه څخه دوی استفاده کوي زموږ سیاسي سکتور یا دغه چارواکي د راتلونکي دپاره په سیاست او په سیاسي جوړو روغو باندې اخته دي د په انتخاباتو دپاره دوی کوشش کوي دوی هېڅ د امنیت خبره د دوی سره مطرح نه ده په یو مملکت کې چې د ورځې سلسل دپاره شهیدانېږي او دوی بیا هم پر چوکۍ ناست بیا نو چې کښېني زموږ په استفا باندې دا ملک نه جوړېږي خراب دی کې نو څنګه نه جوړېږي دلته به د افغانستان داسې کترو رجال دی چې په 15-20 میلیونه افغانان کې بل څوک نشته زه وایم صادقانه وایم زه شخصي مشکلات چا سره نه لرم نه شخصي بدي ورسره لرم دا ګرمې دوستانو پر دوستي مخالفت مې پر چېش ورسره رالی هغه څوک چې په دې وطن کې واقعا د ترورستانو مرګري چې فقط د دوی صفت کوي دوی د هغه طرفدار دي هغه څوک چې د دوی مخالفت کوي توتیه مرته جوړي د سیسه مرته جوړي که انتیاري ته برابرې دی په انتیاري هم پسې وایي که بدنامه کېدی بدنامه کوي هم هر نوه مشکلات دوی ورته جوړي د ټول افغانستان سیاسون مشران نفګان هغه خلک چې تاثیر لري په دې مملکت کې هغه ټول د بدنامۍ لیستونه دوی په ار کې جوړ کړي دوی په راتلونکي کې بیا رئیس جمهور شه د بلې خوا درته وایم یوه ورځ پر امریکا مخ میدان کې چې د هغې خوا یې مخ راوګرځېږي د کرپشن تور پرې دی او د ترورستانو د ملاتړ بیا پر روسیه مخ باندې ورځغلي چې د روسیې ملاتړ د لاسه کوي زه وایم د ایرانیانو د خوشاله کېدو لپاره د پاکستانیانو د خوشاله کېدو لپاره د روسانو د خوشاله کېدو لپاره دغه چارواکي د مملکت درپدری سره مخامخ کی د ایران سره مشکل د ایران او پاکستان سره لري دا چارواکي د پراتلونکو وخت کې د دوی د رئیس جمهور ملاتړ
در راتلون کې د فاره د دوی درې جمهور د ملاتړ په خاطر باندې په پا پاکستان کې هم د چور شپله کولې چې ګره پر افغانستان زه دا اوس د پښتنه جر کوم امنیت ملي وزارت دفاع او دغه دی او وزارت داخله دې ماتوي د ملا عمر زوی ملا یعقوب په کوم ولایت کې دی اوس یعنی دوی اطلاعات لري د اطلاعات چې د اطلاعات کې به خوادي دوی مخ ورته پاکي اطلاعات متلات نسته بالا دوی مخ ورته پاکي زه وایم خیدوی چه کوی؟ تاسو خود نظارتی صلاحیت تاسو لری دا وزیر داخله وزیر دفاع و رئیس امنیت ملی چه کوی دوی؟ دوی دا دوی کول دادی چه دوی پا واکی پا چوکی کی چورو کی پیسې راټول کی دوی په قدرت کې پاتې د خپل بادارانو د فار افغانستان تیکا تیکا کی دنیاوال چې دلته د امریکا د حکومت او د دوی متحدین چې افغانستان ته راغلي دي د دوی هغه ستراتیژي او پالیسی ناکامه کی بیا دروسان د پراکم کی دوی دغه ولایتونه کسو کیږي کده نور مشکلات په افغانستان کې جوړیږي زد افغانستان د خلکو قاتل او د دغه مشکلات مسولین دوی بولم زه پر وزیر داخله باندې دا ځکه دا وایم دی زمرد کندهار د اسکرو ماش ورکی او سره دي دریمش کی جماعت نه دور کړی ز وزیر داخله ته د سخنګوی دی م جوړوي زمرد کندهار زمرد کندهار کومندان ته دروازګان کومندان ته د پرا کومندان ته هغه کومندانان ته چې د وطن دی پاکي د پاسیدینو په خوله باندې د منطقه د استخبارات په خوله باندې م جوړوي ته تیو د سي دغه وطن د افغانان وطن دی د 15 کسانو نه دی دغه ټول مشکلات دغه سو کسان جوړي د اوس په پارلمان کې مستحته او تعال په پارلمان کې ز بلې ز په پارلمان کې مسولیت منم د وکیلانو ته تاسو ول دي درېست ته ملي په د استیزا په ورځ باندې وکیلان وزي دلته وکیلانو عسکرینی ولیده ارڅوک زه ګوره د وکیل درې وزي پی دی وا وزي پامې داده چې د خلکو نمائندګي کوم د خلکو نمائندګي زداش کوم سی ار هغه څوک خیانت کوي زه خاين ته په خاين وایم د ار هغه څوک خدای دی وکی ګوره دوستي په دوستي په ځای باندې ورسره وکم رئیس جمهور ته وایم چې ار څوک چې د دوستي پیسې ورک مګر زموږ د خلکو سرنويش په لاس مور کو زموږ خلکو ته توتی مې د حکمتيار په خله جوړو مې د پاکستان مې د ایران مې دغه اجنټانو په خله جوړو زداش وایم خلک ته مو مجبور کو افغانستان غالي سلويش کال جنگ پر غلي دي خلک ستړي دي در پاي در نه پنه پس تر نه شي دي دا سپيکر کيله کده افغانستان چې د 15 شپږ کسان نور څوک دي دا چې سوټي به خلک در سره واکه چې غستي بداران به ملي خلاصوالي زموږ خلک اوس مجبور دي ودي ته يا زه اوس زما خلک وشل کیږي اره ورځ مو وشل کیږي زه په دې مشخ پيژم چې ستانک زه او اتمر او اکليله او ريمي او اشرف غني تیر وژني او خپلواک ته راوځي ولی یو په پاسید چارواکی اچوي استوي په پیسو بل غواړي چې بلانکای څنګه کمزوره کی او بل سل نه پرشي درسوي دوی روان دي په لوګر کې برکې افتتاکی ګوره زه دا څه وایم خاين ملي ارغه سوخت چې مسولیت ورته وسپارنسو او په خپل مسولیت کې ناکام د تاسو دغه تعریف په اساس په دې امنیتي چارو کې سم شاته راغلی دا خاين ملي دي از ګوره میړانه ستایم د اسکرو د وردو د پلیسو د امنیت ملي افتخار په کوم دغه افغانان د خپل وطن د پاکي او پر دې خار باندې په شهادت باندې راغلي خاين ملي ار هغه څوک دی چې د پر دې څوک مشخص مراسکي مراسکي خلک مشخص ګوره زه داسې وایم تاسو نماینده یاست په سرات وایم سنیتم زه داسې وایم خاين ملي هغه خاين ملي هغه څوک دی چې د امنیت ملي رئیس د یلمن په سکوت کې لاس درلودي په سل ګرته بشپړ میشت می ورته ویل دي د تورلستان په اله کول کې لاس لري او دوی بیا هم ستنګ زې دی ځینکی خاين ملي ارغه څوک دی چې یو عسكر سایمن صاحب یو کومندان د وطن دفاع کوي او دوی دغه د کمزورتیا د پاره یا دغه د بدنامۍ د پاره علي ځلکی خاين ملي ارغه څوک دی چې دته مسولیت پر دوی په پیسو باندې چارواکي چاکی قربان قدرمنو کتون کو د خبرونه په دې برخه کې لاند دمه ډیر ژر بیرته راځو سلام مجدد آقای دانش آیا واقعا شما 3 ماه معاش افسران و سربازان قندار نپرداختید معلوماتی که ما دارم چون تماس بر ما میگیره از قندار ما یک تعداد قطعات نظمامه ما که انتقال شده به وزارت دفاع موضوع انتقال از اینا یک اندازه همون بخش مالی مشکلات پیدا شد تا ای که اسناد از اینا انتقال کنه به وزارت دفاع و بالاخره ماشان از او طریق اجرا شود اما از خود پلیس ما در روز یک ماه ماشان مانده آنچه که روز گذشته ما صحبت کردم امرای رئیس مالی متابقی برشان اجرا شده ای که اگر از بخش نظمامه ما که انتقال شده باشه که ماشان معطل شده باشه ما او را نمیفهم در جریان نیستم باید وزارت دفاع را پرسان کنیم اما در بخش پلیس یک ماه ماش مانده متابقی ماشاتشان اجرا شده یکی از دلایل ضعف در سکتورهای امنیتی که اشاره شد مقرری ها بر مبنای پول است
آیا واقعا فساد گسترده در مقرریه وجود داره، بخصوص در وزارت داخلی افغانستان؟ در وزارت داخله ما پیشتر هم اشاره کردم که ما بعضی سیستمایی که فساد زا بود ایر اصلاح کردیم و بعضی افرادی که در اوج دست به فساد میزنند. در بخش سیستم ها ما تمام، شما خبر دارین که تا صد آمرین امنیت ما به اساس یک آزمون در یک رقابت به امتحان آورده ایم و در اوج کسایی که کامیاب شدن، نمرات خوب گرفتن، سوابق خوب داشتن، اینا را مقرر کردیم. این پروسه ایسای سب میرسه به سطح قماندان ها که آرزو داریم یک روز تمام قماندان های ولایت ها ما پوستایش به رقابت بگذاریم و در یک آزمون مردم به اشتراک بکنه از هر جایی از بخش های مختلف وزارت داخله. چنانچه شما دیدین در سطح حوزه های کار کردیم، در سطح بخش های لوجستیک کردیم، در بخش تدارکات شد، در بخش تعمیرات شد و چند پیش آمرین امنیت شد که به زودی نتایجشان اعلان میشه. آرزوی ماست که ما بیشتر تمرکز مالی است که چطور بتونیم این کادر را از گوشه و کنار وزارت داخله شناسایی بکنیم و در این پستایی که مقرر میشن تقرر حاصل بکنن. بحث تقرری ها در سطح جنرال ها شما میفهمین که به اساس یک بردی که در وزارت داخله است ما یک تعداد جنرال ها را انتخاب میکنیم، به اساس اونمو دیدی را که وزارت داخله داره اینا را پیشنهاد میکنیم، میرن به ریاست جمهوری. در اوج هم دو برد است که با اینا از نزدیک میبینه، در اخیر مصاحبه میکنه رئیس جمهور افغانستان و بالاخره تعداد معرفی میشن به رئیس قماندان ها که در این اواخر ما تعداد 14 قماندان و 2 قماندان زونه تقرری هاشون شاهد بودیم. آقای دانش اینجا آقای مولانا گفت که من متاسف هستم بر رهبری کسانی که در رهبری جنگ فرا به خصوص نام نبردن و رهبری که به فرا رفته بود در اصل وزیر دفاع، وزیر داخله، رئیس امنیت با جنرال جان نیکلسن. اینا حرفای میگفتن که نقطه های ضعف خود افشا میکرد برای مخالفین مصالح افغانستان. چرا با این روحیه شما صحبت میکنید؟ بحثی است که ما زمانی که صحبت میکنیم با مردم افغانستان، به خصوص با نمایندای مردم، با جامعه مدنی و کسایی که ما را میبینن، باید بعضی واقعیت ها را با مردم شریک بکنیم، چون مردم همواره تاکیدشانی است و بارها گفته شده که این را کتمان میکنن، به خصوص اتهامات بسیار جدی متوجه سخنگوی است که اینا همواره در چشم مردم خاک میزنن، در حالی که تو نیست. آنچه که واقعیت است میگیم، اما با تمام توان آنچه را که نیروهای ما دارن، آنچه که توانایی ها را داریم، دفاع و سخنگوی ریاست جمهوری پخش کرد، آیا این خاک زدن به چشم مردم نبود؟ ببینین ما زمانی که بین صادقانه، وقتی شما صداقت گپ میزنید ایران بگوین برام، سرنا زده سه آقای مولانا است، همین تصویر شما دیدین بله، سخنگوی ریاست جمهوری پخش، همین خاک ببینین. زدن نیست به چشم مردم. ببینین یک بخش کار ما، یک بخش کار رسانه ها و دفاتر سخنگویی است که ما جنگ روانی را پیش ببریم، او خلاها و کوتاهیایی که در اوج وجود داره باید پیش ببریم، برای نیروهای ما روحیه بتیم. ما باورمی است که آنچه را که ما نوشته کردیم، آنچه را که اینمی همکارای ما نوشته کرده بر بنیاد واقعیت است، شاید تکنولوژی طوری باشه که ایره مثلا ساخته شده باشه، شما پرداخته شده 2017 را ببخشید آقای دانش، شما خود یک چیز است، گپ گوش نظامی هستین، شما خبرنگار هم هستین، در واقع اما چیز همه چیز در جریان جنگ، در جریان ماموریت هایی که دارین فوق العاده با وقت مراد تا شما نمی باشه، بعضی مشکلات می باشه. وقتی شما اطلاعات کاذب برای مخالف برای مردمتان می دهید، امروز که خواب زدن به چشم مردم نیست، امروز که وقتی از واقعیت ها صحبت میکنیم میگین چرا واقعیت ها را میگی، وقتی که اگر یک اشتباه یک مشکلات پیدا میشه اسرار حکومتی را میکنین، چرا به در اسرار حکومتی ببینن شما اسرار زیاد در اسرار حکومتی مولانا صاحب او پرداخت بعد با جزئیات اسرار حکومتی تشکیل است، اسرار حکومتی تجهیزات است، اسرار حکومتی تعداد نیروز، اسرار حکومتی تعداد قوات های زمینی و هوایی، اجازه بدین خمینو اسرار حکومتی نیست که وقتی بگویم که با در جنگ من متخصص نظامی من نظامی هستم بسیار من نظامی هستم آقای مولانا، وقتی که در 14 جبهه میگیم جنگ از کجا از این اسرار نظامی است که ما شما گفتین که همین توان ماست، ما مصروف هستیم، دشمن ما با مانورهای قوی ما حتی نه ما نگفتیم، شما یک برنامه تان چک کنید، شما بفرمایید مولانا صاحب بفرمایید، ما آیا همین پخش اسرار نیست در جبهه؟ خطا نیست. اگر کسی که آقای مولانا اینجا که ما امروز بحث کنم دوست. ببخشید که ما اینجا روی عقده گشایی یا خدای نخواسته با یک جدال در برابر کسی در بحث حاضر نشدیم. ما یک صحبت خدمت بزرگا دارم. ما گپ ما متوجه دانش سپچی که از بالا تا پایین متوجه دولت از به حساب ببینین. سخنگوی وزارت دفاع ما روز در بیرون از میز برش گفتم، وقتی که در میز میشینه میگه جنگ مواد مخدر است، اینمی خودش کفر است، با چی اساس؟ ببین ما تمام روز گلون باز کردیم که پاکستان در کشور مداخله میکنه، تروریسم از بیرون میاد، باز میاریم جنگ محلی افغانی میسازیم، میگیم که در افغانستان جنگ مواد مخدر است، های پاکستان دیگه چرا متهم است به اینکه در افغانستان مداخله میکنه؟ ببینین هیچ وقت
از یک انگیزه بلندی که انگیزه ملی باشه ملی باشه و ما بتونیم واقعا دشمنای ما مداخله میکنن پاکستان مداخله میکنن مستند بار ملامتی را تمامش به او بندازیم میاریم گپ مختصر میکنیم در یک گپ محلی که در افغانستان جنگ مواد مخدر است خیبر پاکستان چی مساله ببینید پیشتر آقای دانش گفتن که ما در چندین جبهه مصروف هستیم توان ما همه قدر است این تشکیل هم بر هم میزنه تعداد نیرو هم بر هم میزنه ذخایر نظامی هم بر هم میزنه پلان اطلاعاتی هم بر هم میزنه ولی اثر کرده بدتر است وقتی که ما در برابر مطبوعات حاضر میشیم توان ما میست او دشمن بگه بیا یک پنج ولسوالی دیگر اما پایدانش بگین پخش اسرار نیست پنج ولسوالی دیگر هم نامن بساز دولت شاری ده رسیده نمیتونه دیگه ما موفق بشیم در جنگ ما از این که بدتر از این که بدتر صحبت دیگه نیست متوجه دانش تبلیغ ما امو وزیر دفاعش در اونجا میگیم که صحبت کرده امو وزیر رئیس امنیت ملی که صحبت کرد فرا این یک پیام درست نبود ببینین ما هیچ وقت عملیات پیشگیری نداریم ما در زمستان چه کردیم در زمستان تمام زمستان رهبری از اول تا آخرش از سرقومندان علا گرفته تا تمام نیروهای امنیتی نهاد دولت خود مصروف تا با پاکستانیا در مذاکره و مصالحه کل زمستانه که فرصت بود باید دشمن ضربه بزنن قدرت مانور دشمن بسیار زیاد کم است سطر اخفا دشمن نداره زمینه برای عملیات بسیار زیاد مساعد بود اینا کوچکترین دستاوردی در زمستان نداشتن تا امروز به این مشکل در فرا در تالا و برفک در اجرستان در سایر ولسوالی ها مواجه نمی شدن تمام روز یاد مذاکره گذاشتن رو ببینین نتیجه چی؟ ما یک نقطه رو براتون بگیم اگر در 11 سال اخیر بجای تضرع به طالب ایجاد روایت آشتی برای طالب این 11 سال در این مصرف نمی کردیم تمام نیروی خود در اتحاد مردم در اتحاد وحدت ملی در اتحاد سیاسیون در ایجاد یک جبهه قوی واحد از سیاسیون پشت دولت افغانستان ایجاد میکردیم ما این بوده مشکل در جنگ نداشتیم ما به یک رای روان هستیم که هیچ نمیفهم که این کسی کتاب کشورهای ورشکسته را نوشته کرده همین کتاب را نوشته کرد که کشورها چطور ورشکسته میشه ما خود افغانستان همین دیدیم نه تنها مسائل امنیتی و ملامت هستن مسائل سیاسی از امنیت کده بدتر است مسائل اقتصاد از او کده بدتر است مسائل بیکاری از او کده بدتر است تقابل اقوام بیشتر لالای سیب گفتن از بد بدتر است اینو در افغانستان آیا همیز نوشته کردن کتاب کشورهای ورشکسته پس ما به کدام جهت در حرکت هستیم؟ ما فعلا به چیز خود ببینیم امی کشتی ما به طرف غرق شدن روان است ما با کدام راه نجات در حرکت نیستیم خب در جنبندی راه حلتان چیست؟ راه حل ما ایست که دشمن تعریف شود یک هیچ وقت ما کمبود پرسنل نداریم 1000 طالب حمله کرده در فرا 1000 اگر ما تعداد پرسنلی که در فرا وجود داره از نظم عامه تا کماندو تا امنیت تا نیروهای پلیس همچنان اردو اگر ما حساب کنیم شاید 6 برابر نیست 4 برابرش حتماً است این مدیریت نمیشه رهبری درست نیست پرسنل در کار نمیفته و پرسنل رسیدگی نمیشه پرسنل فاصله از بین پرسنل بین رهبری پرسنل از وزارت دفاع گرفته تا آخرین قدمه مشکل نیست که ما آنقدر نیروی کافی داریم اگر این نیرو به کار انداخته شود دشمن ما در تمام مناطق زمینگیر میشه یک نقطه را برات میگم اینا متوجه باشی اصول جنگ است هر نیرویی که در موقف دفاعی باشه شکست میخوره هر نیرویی که در حال دفاع میآید شکست میخوره چرا در حال دفاع در سنگرشش هر روز در فرقش مرمی میآید هر روز محاصره میشه هر روز آبنان برش نمیرسه اینمی نیرو آینده شکست است بکشه دولت خود از حالت دفاع به حالت تعرض بره به طرف دشمن اجازه نده که دشمن بالای تعرض کنه با یک سال عمل نشان بده تشکر اساسو ده حل دارد سره شغله لالای یوه خبره دا کوم چې د سولې شورا د سولې د لپاره نه د جوړه د کمپاین د لپاره د یو هغه طالب سولې ترجی دوی نه پریږدي هغه باید د دشمن سره ولاړ شي اته زموږ د کندهار کومندان چې خبرې وکړي په دې خارجانو خبر دي شپېته طالبان سولې ته جوړ کړي وو د پاکستان د سید اعظم په خوله باندې دوی دغه کول چې شپږ خواستونه درلود خواست یې درلود چې باید د کندهار کومندان لري چې دلته دا چارواکو اوازه داسې اچولې وه چې تر هغه وخته طالبان جوړه نه کوي چې د کندهار کومندان هلته وي حالانکه دوی خو د پاکستان د سید اعظم سخنګویان وو دویمه خبره دغه داعش د بغلپور ملتان سیالکوټ داعش دي القاعده هم د دوی سره ده دغه طالبانو ډلې هم د دوی دي چې د اخوا راستي هغه افغان لوري طالبان هغه به یې وژل کېږي یا به د بېنه سځي
د حل لار خلاصه د الله رضا درته هم ډیره اسانه ده. د الله را د یو موقت حکومت جوړیدل دغه طالبان افغان طالبانو ته په انتخاباتو کې ونډه ورکول، کاغه په پارلمان کې، کاغه په ولایتي شوراګانو کې، کاغه د ولسوالۍ په شوراګانو کې، کاغه په دغه ولسمشر ورته پکیج وړاندې کړنه دا پکیج درواغ دی، دا پکیج درواغ دی. د کوم طالبان ته دوی وړاندې کوي دا پکیج؟ دا پکیج دوی ما ته وایي چې د دغه طالبان د پاره کله وایي شل ډلې تروریستي دي، ایراني طالبان ته، روسي طالبان ته، که پاکستاني طالبان ته. حتی د داعش د پروژې پر نامه باندې د طالبانو ځینې برخې پر روسانو او پر ایرانیانو باندې دغه چارواکو خرڅ کړلې چې هغه ته به یې ویل چې دارالخوري مې داعش دارالخوري مې، او دلته هغه طالبان د ځان د دفاع دپاره رانیول چې ول په تهران کې جنګ کوولې په کابل کې نه کو. دلته زه څه وایم، وایي یا د فراه په ولایت کې ځینې دا چارواکو ویل چې په دې کې ایران مداخله نه لري، روسان وسلې د پاکستان د لارې درازنوپونه ورکوي ایران ته، ایران د لارې دغه مسایل پاکستان ته راځي. په افغانستان کې بهترینه وسله د پاکستاني طالبانو سره او ایراني طالبانو سره او روسي پلو سره دي. بل د الله رې نسته چې ټوله انتخابات را یو ځای ته نکو، یو موقت حکومت جوړ نه شي پر هغه خلک چې دا دوی وس چې دغه دي طالبان دي، هغه په دې دغه کې په اشتراک ورکه په دې انتخاباتو کې، بلکې چې دوی دغه نورې ډلې یا د تروریستان چې دا نور تروریستان هر آسانه د الله رې دا د لس زره کتای منتظره ریزرف کتا د ټولو ارګانو سره څه ځا په ستړي کې تیاری نسته واخره په دلته ته لس زره کتا جوړ کچ دغه په واکې تیاری ورکه دغه په واکې وسلې که په ټول افغانستان کې په دوه میاشتې در درو میاشتو پورې که تا ټک ولیدی راسه ما ادام که چې داسې کومندی چې ماشه ورسېږي. دوی وایي چې د زمیامي میاشت زموږ د سرحدي عسکرو او زموږ د کندهار د امنیت عسکرو ماش نه ورکوي. دا هغه متعصب خلک دي، قومي جنجالونه دوی جوړوي، سمتي دوی جوړوي. د اوس دوی څنګه غواړي چې د کندهار نامن کړي؟ ما ورته وویل د کندهار په نامنۍ کې ګوره، هېواد د کندهار په نامنۍ کې دوی خپله خوشبختي نه ویني. دغه ټول ولایتونه په قصدي ډول باندې دوی نام نه کړل، غواړي هغه څوک چې ماسره چې هغه بدنامه کیه د مخ لري کی هغه څوک چې په واسه پرو په انتیارو ام پیچار کې د بین یوړ. زه د ټول شیدان د پر جنت پردوس غواړم او په خپل ټول اسکر باندې افتخار کوم. د وطن دی پاو کې دغه خلک د دې وطن مالک نه دي، دا هغه خلک دي چې پر دوی راستول دي، پر دوی سره به بیرته ځي، د پر دوی راستول دي، پر دوی سره به بیرته ځي چې په ټول دنیا کې زې نشته. ار مملکت چې د دوی ملاتړ کوي، دوی دغه مملکت دي. موږ د افغانستان ټول قومونه لا سره ورکو، سره یو کړ د خپل وطن هم دی پاکو او دغه جنټان ته نور دا وای چې ورزی په مخه مشه هغه خپل بادران او د امریکا حکومت او د دوی متحدین سره غل زه پر دوی د ژغ کوم چې زموږ د نظامی سکتور سره کومک وکړي او د دغه څو پاسیدینو په خوله باندې مکوي چې دلته ایرانیان، پاکستانیان او روسان د دوی خبرې سره کړی چې افغانستان سکوت سره آقای دانش رای حل شما برای کاهش این حملات یا برای جلوگیری از این تحرکات اخیر و حملات مهاجمی چیست؟ از نظر ما راه حلی است تا زمانی که ما منسجم نشیم، با هم کار نکنیم، در کنار هم کار نکنیم، هر روز اگر به یک دیگه اعتراض بکنیم و انتقاد بکنیم، من فکر میکنم ما را به جایی نمیرسونه. دشمن ما مشترک است، به این که با هم دست بدیم. مولانا صاحب با شدتی که ما را انتقاد میکنه در بخشی از حکومت کار میکنن و در یک بخشی همکار ما هستن، اما به این که با هم دست بدیم، کمک بکنیم تا اینکه ما از این مشکلات و از این گودال براییم. تا زمانی که با هم یک جای نشیم، استاده نشیم، یک اجماع ملی را شکل ندیم، ما فکر میکنم به نتیجه نمیرسیم. خیلی تشکر. خدا غیبا خبر کوم چه دیوی کمک و همکاری. کمک و همکاری در ماسه دیور سرکه ولی اچه سوکسیم در کمک و همکاری در پر روشوی مشامی روشوی سرقه مرو. اکر بدن. آقای مولانا شما مگر کزا؟ یک گفت دارم. تمام ملت افغانستان یک مشت واحد در پشت حکومت در زدن طالب استاد است. هیچ اجماع سیاسی به این اندازه اجماع قوی نیست. هیچ کس مخالف عملیات در برابر دشمن نیست. اما این انتقاد معنی دموکراسی چیست؟ معنی مطبوعات رسانه چیست که ما میاییم؟ اگر ما خلای دولت برای خش نکشیم، بنام از اینکه مامور دولت هستیم، از دولت پول میگیریم، معاش میخوریم، آنچه که دولت میکنه امور قبول میکنیم. گفتنی خروج یه را خراب میکنه. مادر کجاست؟ پیشتر شما گفتین این یه را خراب میکنه. پیشتر میگم شما گفتین بله آقا گفتن که این انتقاد رو یه را خراب میکنه. بله من گفتم که انتقاد ایمان است که ما میگیم رهبری دولت باید تغییر بکنه. رهبری ارگانهای امنیتی، نهادهای امنیتی باید تغییر بکنه. این رهبری ضعیف است. شما با کدام رهبری همکار هستین؟ با وزارت داخله همکار هستین؟ نه خیر، من پیشتر گفتم اینجا گفتن که شما همکار نه، من گفتم تیم امنیتی نه، به هیچ کدامش نیستم، به هیچ جایی اینجا گفتن شما همکارشان اینو ثابت کنن. پس ما به نتیجه نمیرسیم. وقتی که وزیر خراب، وزیر دفاع خراب، رئیس امنیت خراب، خیر کی خوب است؟ تیم امنیتی رئیس جمهور تیم مطلقاً ناکام است. چرا
هر روز ما به سوی بدی میریم. تشکر. ما اگر نتیجه را ببینیم، دیروز بعد داشته بازی امنیتی قرار داشتیم، امروز این خودش دلالت میکنه که ما تیم امنیتی رئیس جمهور یکی مناسب است. خبر بزرگ پرکم در هغه وطن پرست سره همکارانیو همکاری ورسره کو کغه ازبکی ک تاجیکی ک زری په امنیتی سکتور کې سپاری وکي د اسکر نیولې درغه خری پري د ار یو هغه مخالفی چې څوک د دې وطن پر ضد یو د پردوی لپاره کار کوي. آقایان احمد زئی دانش و مولانا فرید میمانان تعلم شد. تشکر از زور و نظریاتان. در پایان از شما نیز ممنون که تا این دم با ما بودین. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.